سلام بچه‌ها، خوش اومدین به قسمت دیگه از برنامه پیازداغ. این دفعه موجی برنامه منم علی جدال مهمونه، از چند من پخش میشه. یه سری چیزای باحال انتخاب کردن که پخش میشه. چطوری علی؟ اوکی. ما اتفاقایی که به نظر خودمون جالبه توی هفته رو راجبش صحبت میکنیم، نظرمون راجبشون میدیم. بریم ببینیم. یه سوژه است ولی دو نفر مختلف صحبت کردن راجبش. اون نظر چیه؟ یکی هم آره سلطان کلام ابراهیم رئیسی گفته که ابراهیم رئیسی گفته ایرانیان خارج باید حس کنن مسئولان دنبال دغدغه هایشان هستن. تو کار داره عشق داداش. اون یکی هم وزیر خارجه گفته همه ایرانیان خارج کشور برای ما دارای ارزش هستن. نظر اون هم تو کار داره. دغدغه های مردم تو ایران رو فکرشون نیستین، حالا مثلا دغدغه های خارجی ها رو بخواد فکرشون. منظور رئیسی این بوده که خیلی زود سریع انقلابی لوکوموتیو رو سوار شین بیاین ایران. آره ببین درسته. وای بابا اون که میگه یه خانه ما داره ارزششون دقیقاً چیه؟ منظورش اینه که شما پاشین بیاین هرچی این برای دنیا زحمت کشیدین پول رو بردین فلان اینا بیارین اینجا اونم ما ببینیم توش بره بهتره. آره گفته همه ایرانی خارجی‌ها برای ما داره ارزش هستن. ببینید مسی علی نژاد انقدر ارزش داره دوستش داشتن میخوان از توشش از بدوزنش فقیرش کردنن ایران. از سبک دعوت‌های سامان ویدیه یا ایران چرا نمیای؟ ولی خدایی بچه این خیلی بده این قضیه همین رئیسی، یعنی خیلی دزدیه میدونی؟ حتی قبلا ها مثلا اصلاح طلبها و اینا میتونستن یه جورایی رأی مردمو بزنن به حال بکشوننشون، نمیدونم سرمایه گذاری یه طوری خر میشد میومد ایران بالاخره سرمایه گذاری رو میکرد. ولی خدایی رئیسی بگه هیچکی نمیره. نه یه امیدی بود الان مثلا هر کمه میخندم یا پسیه مثلا هیچکی نمیجدیه. کجای پاسپو هم اول بسم الله پاسپورت رو میگیرم تو فرودگاه بعد میگم برو پاسدارا پاسپورت رو بهت بدی دیگه پاسپورت رو بهت بدم. حرف نمیتونه بزنه رئیس. بایدن هم همونجوره. بایدن و رئیسی نفازن. حرف نمیتونه. علی اشکا بیا بریم خدایی. بریم. بخواه مسئولین اعتماد کنیم یه دفعه. یادم یه گزی گفتی یاد داستان افتادم. دبی بچه. از اینا خیلی پیش میاد برای من. گهگاهی یکی میگه ببرم با خودم مثلا حل و فلان اینا. یارو میگفت مورد بخنده. رفیقی که از دوستان بود میگفت داداش از مرز کردستان میبرم با 5 تا ماشین مسلح. با ما چرا شعر میگی؟ اگر رئیس جنبش مثلا چیه؟ من رو با ماشین مسلحی بعد چی کنم توی ایران؟ من رسیدیم. چرا؟ از یکی از دوستای من هم پیشنهاد لنج رو بهتازه بودیم. آره لنج هم گفته بودم. بیا وارد میشه آقا خواستی بری یه فکر میکن. فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته که پلیس فتا با قدرت گشت‌زنی رو در فضای مجازی شروع کرده. از او درایت کن خواهر. آره چنگای یه نوتیفیکیشن میاد نسبت به اینکه بغل دستته چیه مثلا. آره همین چی میگن یه گشت تو خیابون لازم نیست دیگه همونجا هستی پشت اینستا. تو گشت ارشاد اصلا ایران ندیده بودی نه؟ ببین منو گرفته بودن یه بار گشت، حالا نمیدونم همونی بود که تو راجعش صحبت میکنی، ولی گشت ارشاد منو گرفت. تنها باری که ایران مثلا رفتم زندان که نه مثلا پاسگاه رفتم و نگران داشتن تا 5 صبح همش فضایی بود دیگه. داشتم راه میرفتم یارو گفت دختر مردم دیگه اون میکنی الکی الان راه میرفتم بعد بعد منم بچه بودم 15 سالم بود رشوه مشوه اینا عالی نبود. بعد دم پاسگاه دوست آدمایی که با من بودن مثلا پنج شنبه شب بود جمع میکردن این سریو که ببرن مثلا کلا مدلش بود این سریو بگیره. بعد رفتیم و دم یکی گفت من با هم بستنی فروشی داره، من فهمیدم کد بود واسه رشوه بده، اون اصلا نیومد تو پاسگاه. ما رفتیم اونجا تو نه بابا رفت پیش باباش یه دو بستنی داد بزن سر از زمان احمدی نژاد آخه این گشت صرف گذاشتن گشت ارشاد که یه سری پاتیکان ها هم توش بودن واسه دخترها بودن. بعد اینا یه مدت خیلی فعال بودن مخصوصا زمان احمدی نژاد که الان خیلی روشن فکر شده یادم استارت اینا همه اونجا اون موقع خوردش. بعد این چی دیگه داداش تو ایره بره با این زلفا میگرفتن که روز بعد آره این میگه گشت میزنن تو فضای مجازی منظورش چجوری گشت میزنن؟ چرا هیچ کی نمیاد جلو ما رو بگیره؟ دیدی کله یا راحت یا دیگه نه پشت میز شاهیش اونجا است گیر میده اینو بگیرین اونو بگیرین فلان اینو سانسور کن موقع اون کارادی داره اینو بنویس رو وایت بورد.
اینم بگم آنه گرفته بودن رفتیم تو، بعد اول اونایی که اون شب گرفتن جدا بودن، بعد دستشوی توی اتاق بود، همه رو بردن توی اتاق، مثلا قاتل و مواد فروش و فلان و ما همه قاطی بودیم، و یارو اومده مثلا جا شمشیر اینجا تا اینجا شو اینا خاطره تعریف کرد چه سو اینجا، یه پیره مرده بگویم حاجا شما رو شده گرفتن دیگه سنش بالا بود، اینا گفت والله هیچ با این قضیه تریا که ما رو گرفتن نلول نیست کاری نکرد. خیلی حالو دانشگاه علوم پزشکی با امامزاده عینعلی و زینعلی تفاهم نامه امضا کرد. این اصلا من خنده بود تیتر گفتم بیارمش. این صحنه بود که علم و خرافه با هم دست دادن و میدید تو کل تاریخ دنیا هیچ جا نمیشه که علم و مثلا چیزهای خرافات یا مثلا آره. مذهبی سنگین با هم تفاهم داشته باشه. از نهی هم چیزی امکان نداره. نمیدونم چه امضا کردن تفاهم نامه با امامزاده. بذار الان دقیق امامزاده قول داده فقط دانشگاه که علوم پزشکی شفا بده، یا نه امامزاده عینعلی و زینعلی گفتن که هر کی اینجا دکتر بشه دیگه ما کارش رو میندازیم فقط شفا. بگه داستان اینه که گفتین تفاهم‌نامه برای برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی طب سنتی و همچنین سمینار و نشست‌های تخصصی، نه حالا اونها هم شرکت می‌کنن عینعلی یا احتمالاً همین شاش شطور و اینا هم شاشه چهر بده اسمون یارو چی بود چیزم آوردیمش تو 1400 تیزرش آوردیم اون که فرق هم بنفشه چیز آیت الله تبریزی الله تبریزی اون فکر کنم رئیس دانشکده علوم پزشکی شده بعد رئیسی بعد گفتی اون بد شعر میگه یارو قشنگ روباه مکاره بیافتش. آقا بریم یه ذره رپی همش هم چه سیاسی ایران نباشه گفتم مثلا یه ذره ادامه برنامه رو بیاریم پایین برنامه رو میخوایم بین المللیش کنیم یه ذره حکم رو میخوایم سباک کنیم. ریک راست یکی از این مثلا ریک راست یکی از این مثلا پادکستور مدل که میشنن دور هم صحبت میکنه اینا بوده و یه میگه که یه دقیقه من دستشویو میام و میره دیگه برنامه تو برنامه سه دفعه توی این برنامه شده بخوام این کارو بکنم عشق دارم این بارها پیش اومده اصلا توی جمعی باشم میگم من برم دستشویی ولی دیگه واقعا تقدرم نخود برگردم تو دستشویی دنبال از این پنجره بگردم برای ریکراس بهش میاد مثلا دستشویی رفتنش زد طول بکشم اینا شاید بو هنوز مثلا طولانی اون تو بوده ولی ریکراس چطوری فرار کرده ندیدنش گیر کرده زمین گیر شده حتی این هم هست تو اگه خواهیه داری بعد ریتروس بری دستشویی بری یکی فرستادن گفته برو چک کن رفته گفته به گفت رفت من نمیام نمیخواسته به تو دستشویی گفته پیچیده ببارید یه بار گفتی فرار اینا من هم یه بار چیز بودیم طولون بودیم و دوستا بعد میخواستم من پارتی های مثلا دیزی رو 10,000 نفر اونجان و فلان اینا اصلا نمیخواستم برم پریشبش رفته بودیم افتر لایف و هم عالی بود من خیلی حال کردم رفیقم نیما تو صف بودیم با کلی یه سری بچه‌ای که آشنا بودن ولی غریبه طور بودن اصلا بچه‌ای ونکوور بودن یعنی اصلا نمیخواستم پارتی اینجوری کردم به نیما چم گفتم نیما تو بیا گوشیم برو زنگ بخوره اینا رفتم هیچ کی نبود همون هم سوار تاکسی شدم برگشتم ویلا بعد اومدم گفتم دهن سرویسی خونه هم میموندیم گفت شهرونده اصلا نمیخوام آقا زبون خوش پیش گفتم آقا باشه من نمیخوام من پارتی هم آقا منم خونه بلند آره حاجی تو مخصوصا جمع دوستا ایرونی خیلی اینجوری هم حاجی نگرت میدارم تو بی خالدون آره دلت هم نمیخوام آقا شما شاد دیگه بخوردی ای بس خودی تو چه رپری هستی آقا همین اینا که میای من با کوک بدم من نمیخوام کوک نمیخوام نه داداش تو مگه رپر نمیخوام چه فاز چه ربطی داره یعنی الان میخوام مدیتیت کنم همین دقیقا دکتر جوی طلاقش فاینال شده 100 میلیون دلار داده به همسر سابقش من اینو خوندم فکرم 100 که اول گفتم 100 که که چیزی 100 میلیون گویده 100 که یه شب شما بشه 100 میلیون البته بیلیونره دیگه میلیاردره به دلار آره 100 میلیون شغلش هم نیست آره یعنی تو 100 میلیون دلار اگه باشه من خودم زنش میشم طلاقش هم آره همسر بعدی آخه اینه واقعا مثلا حقه دیگه زنش بوده از مثلا اول زندگی که مثلا خیلی وقت با هم بودن مثلا اون مثلا فکر کنم 23 با هم بودن اینا بعد باز میگی حقه دیگه با هم بودن و با هم پولدار شدن فلان داستان ولی بعضی یورو مثلا خیلی زور داره مثلا 2 سال زن گرفته
سه سال زن گرفته، بعد پولدارم بوده خودش زنم، و یه هم مثلا یه مقدار زیادی شده یه زندگی نامه یارو رو برمیداره میره. آخه اون موقع دیگه اون زنه در واقع اومده که اون کارو بکنه. آره زنه رو مصطف این پارادوکس خیلی شایعه هایی میگه چند از دوستامون این کارو بودن، البته زن نه ولی خب زن کسی نمیشده ولی خب بگذاریم. بعضی زن نشده میکنن اونم هم با یه ساعت رولکس میامده میگفت. زن جف بزوس الان چک کردم اینو واسم بهت بگم، اونا تو طلاقشون 36 میلیارد دلار گرفته، 100 میلیون بچه بازی. زن کی؟ جف بزوس صاحب آمازون، صاحب آمازون که پول اون موقع پول داره. 36 میلیارد به همون موقع 2 میلیارد شدم چقدر شد داد به چیز به خیریه. این جف بزوس سینه میزنه. بچه دست و دروازی هم هست چه جی؟ آره. اینجوری ولی زن دکتر دری حقش خورده شده با 100 میلیون. ولی از 100 میلیون دلار چجوری، یعنی کش میده بهش، سهام میده بهش، چجوریه مثلا نمیفهم. 100 میلیون حساب به حساب بخونن چطوری میشه؟ ابو دست تو کاره بگو. دست تو کاره. ببین بستگی داره، مثلا اون زنش استاک گرفته بود، خب سهام گرفته بود زنش آمازون، ولی دکتر جوی نمیدونم سهام بیت کوین حتما داره ولی نمیدونم چی گرفته، کش گرفته. بعضی هم چیز دیگه پیمنتیه، مثلا ماهیانه سالیانه بعد بدن اینا. اون چیزی بهتره یه ماهی ده پونزده کی بده یه صفحه میکنه. آره ناز رپره ناز همه گوکاری کرده بود، احمق رفته رو زن حاملهش چیت کرده بود با یکی دیگه، بعد دیگه تو داد، آره تو دادگاه دیگه خب جرت میدن دیگه خیلی گوره، صد درصد جرت میدن. چقدر بود ماهی؟ نمیم خب رد رقمش تا بگم، ولی اونم در همین بودی ماهی مثلا 200,000 یا 500,000 هم چیز عجب غریبی مثلا بعد هم فکرم 200,000 بود چی سر بود فهمید. اینه قانونه، اینه قانونه جالبیش اینه که یه سری احساس می علمانی بهش میگن، خب مثلا اگه از همسر جدا شید خیلی سال بودین یه ماهیانه بعد بدید دیگه که بتونه بعد مچ بشه با هم لایف استایلی که داشته از قبل، یعنی که اگه مثلا کارگر داشته این داشته اون داشته تو هر چیز زندگی میکرده بعد همون جوری تامین کنی زندگیشو تا وقتی که دوباره ازدواج بکنه. بعد بعضی چون میخوان مثلا دهن شوهر رو سرویس کنن هیچ وقت ازدواج نمیکنن، میمونن که 7 تا 8 سال تا باشه و بده دیگه تا مرگش رو ازدواج. این قوانین جمهوری اسلامی ها. آره اجازه پدر و همسر چی شد با هیچ؟ آقا این امریکا باید طلاق نگیریم حواسمون باشه. آره بعدی نه من نظرت همونم چیه واقعا داستان کنسرت چاویسکاتی که میدیم تحصیل رو بود ریخته باشه کلی آدم کشته شدن اینا. حالا دیور برند دیور باشه قرارداد داشت که قرارداد با دیزاینرش کنسل کردن، با دیزاینر چاویسکاتشن کار میکردن اینا کنسلش کردن قرارداد. نظرش چیه بزنی؟ کلن اتفاق بعدی بودشون قضیه، خیلی هم سرصدا کرد اون موقع راستشو بخوای یه مقدارم. حالا میگم تا اونجا نباشی و واقعا تو اون مثلا پروداکشن تیم نباشی نمیفهمی چه اتفاقی افتاده، ولی مثلا اینکه تراویز اسکات هم خیلی کر نکرده، بهش گفتن چند بار که داره اینجوری میشه اونجا مثلا ملت له میشن این زیر بخمش هم حساب نکرده و گفته برای موزیک اومده. ایه طرف ببین خوبه برای اینکه جون آدمیزاد ارزش داره دیگه، میدونی چی میگم؟ اینجوری نیستش که حالا یار مثلا سوپر استاره هر حرفی زد هر کار تخمی کرد عین ایران باز بذارنش رو سرشون، میدونی؟ آره وقتی یه کاری کردی دیگه تونشو پس باید بدی واقعا دیگه. خب اگه هم واقعا از نظر قانونی پس مثلا هیچ چیزای خوبی که کشورهای اروپایی دارن و امریکایی دارن اینه که هم چون روی چیزای حقوق بشری خیلی به اصطلاح حساسن اگه یه درصد دولتی کورتی چیزی رای به ضرر یارو نده مردم خودشون سوش میکنن یا بیزنس ها خمسا این الان مثلا میدونی میتونست نکنه این کارو کلی هم پول در بیاره دوی بیتان ولی آره. چیز کرد آره دیور البته واسه تحصیل میگه ولی دقیقا دیگه نمیکنن چون گیر میدن مردم بشونه کنسل کالچر ولی زیاد شده چیز میکنن درش سرویس میکنن. ولی اون قضیه رو منم ویدیوهاشو دیدم همه و سختم قضاوت کردم، به نظر میاد که مقدار سهلنگاری کرده بود حواسش نبود اینا، ولی آدم واقعا نمیدونه تو حالت مثلا چی بوده رو استیج فکر کردم. من فکر نمی کنم بتونن محکومش بکنن چون انیوی اون آرتیسته و چیزو نداشته دیگه، مسئولیت با اون نبوده. ولی خب مثلا اما از نظر انسانی وقتی میدیده ملت دارن له میشن میتونه بگه آقا مثلا شو رو نگه دارین تا درستش بکنن. آره آره
خیلی بعد بود تو شهر خودت میدونم چه مهمترین کنسرت دیگه حال میدی سر هیوستن تگزاس شهر خودش اونجا بوده و فستیوال زیر دست و پا له شده بودن خفه شده بودن بدجون هم بود میدونی چی میگم بچه هم بودم مثل که 14-15 سال کلا تو اون فستیوال چند تا آرتیست دیگه هم بودن دریک و اینا هم بودن فکر کنم تو کن استروبوت چه خیلی کنسرت بزرگی بود از ایناست که مهمونم داشته اونم فکر میکنم آره جای کنه آره جای کم بود حتی جای که آدم آره اونم بودش کسای دیگه هم بوده اسم آلبومش گذاشته بود کنسرت هراش چون اسمش آلبومش هم یه همچین چیزی بود آره اسم آلبومش هم استروبورد بود اسم اونم استروبورد آره استروبورد آره ویالونش هم بیژن مرتضوی زد چه ویالونش دیوونه میشه دیوونه اصلا آقا سوال ما به سر رسید واسه این قسمت علی جی خندیدیم شاید کم بودش خدا داشت بیشتر هم سوال خوش هم آمد آره بذار من بگم به بچه‌ها بگم سوالایی که اگه فکر می‌کنید راجع به چیزای مختلف هم واسه تون جالبه که در بیاری مطالب مثلا هفتگی و اخبار اینا رو حالا ما یه سری از تو ایران در میاریم مثلا دنیای رپ بین‌المللی چیز دیگه جالبه بگین حتما از اونها صحبت میکنیم و کامنت بذارین و سابسکرایب کنین و بتر کنین کامنت خارجی برامون بدین همتون هم و حواستون هم باشه این برنامه یه بار از کانال عرفان میاد یه بار از کانال من حالا توی استوریا و این برانبر همش این فرمتون میکنیم هر دو تا رو سابسکرایب کنین موضوع خودتون باشین شاور داداش تو برنامه بعدی